من یه شیعه بودم که الان نه شیعه‌ام نه سنی‌ام، فقط به خدا اعتقاد دارم. این دین محمد که وارد ایران شد، چرا وارد ایران شد؟ چرا کشور گشایی کرد؟ کسی رو که بگه من ایرانی هستم و ولی من مسلمون نیستم، محمد رو قبول ندارم، یعنی 101% شیعه زاده. اولا که محمد مصطفی اصلا داخل ایران نشد، من نمیدونم اینو در کدوم حسینیه شنیدی. ثانیاً اگر منظورتون با کشور گشایی جنگ بین لشکر خدا یعنی صحابه که آخوندها بعدشون میاد، آخوندها هم بعدشون میاد از اینی که اینها چرا اسلام آوردن، این موضوع پیچیده است به معنای اینکه یه طرفه نبود. هر کسی تاریخ رو بخونه میدونه که اصلا یاران پیغمبر، ما روایت داریم که حتی حضرت عمر و غیره اینا این نیت رو نداشتن که برن بجنگن. در حیات پیغمبر ساسانیان خواستن ترور بکنن حضرت پیغمبر که دعوتنامه فرستاد به اینها، به پادشاه ایران اون زمان. اون پادشاه اون زمان پاره کرد دعوتنامه رو. بعد از اینی که پاره کرد، دو فرد و فرساد که برن حضرت پیغمبر رو بیارن که ترورش میکنن. بنده به عنوان یک ایرانی میگم بزرگترین توهینی که به ایرانی میشه گفت این هستش که اسلام به زور تحمیل ایرانی ها شد. اون بزرگترین تهمت به ایرانی هاست. هیچ چیزی رو شما نمیتونید تحمیل بکنید. ببینید آخونده امروز سعی کردن الان 5 قرن دروغ اینا سعی کردن تشیع رو تحمیل بکنن دیگه. امروز ببینید بیشترین بیدینی، بیشترین دینگوریزی در مناطق شیعه ایرانه.